به نام خدا. با عرض سلام به خبرهای امروز یک شنبه 11 جوزای 1399 خورشیدی که برابر می شود به 31 می 2020 میلادی خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. عدم توجه شهروندان به دستور مقامهای محلی بلخ برای قرنطینه شهر. هر کسی که در این بار تخطی کرد، هم از دکاندارا و یا هم از مسئولین امنیتی، ما به پنجه قانون می‌سپاریم و در این بار برای هیچ کس رحم صورت نمی‌گیره. نکوهش عمله به کارمندان تلویزیون خورشید از سوی خبرنگاران بلخ. خواست ما از حکومت افغانستانی است که در کار حفاظت از خبرنگارا و مسئولیتشان با جدیت کامل اقدام بکنند. دیگه شعار دادن ها بس است، ما شعار دادن ها خسته شدیم. و مبتلا شدن والی فاریاب با شماره از اعضای خانوادهش به ویروس کرونا. صبغت الله توران هستم با مشروع خبرها. مسئولان محلی بلخ از جدیت محدودیت ها برگشت و گذار و قرنطین شهر سخن گفته می گویند با افرادی که از این روند سوء استفاده کنند برخورد قانونی صورت می گیرد. با این حال در بخش های از شهر مزار شریف دیده می شود که محدودیت های وضع شده از سوی مردم جدی گرفته نمی شود و آنان به صورت عادی مشغول فعالیت های روزانه شان هستند. پس از نزدیک به یک ماه از برداشته شدن محدودیت های وضع شده به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در بلخ، حالا این ولایت یک بار دیگر به قرنطینه در روزه می رود. مقام های محلی بلخ در پی افزایش بیماران کووید 19 در این ولایت روند قرنطینه در روزه شهر مزار شریف را آغاز کردند. مسئولان محلی بلخ از جدیت محدودیت ها برگشت و گذار و قرنطینه شهر سخن گفته می گوید با افرادی که از این روند سوء استفاده کنند برخورد قانونی صورت می گیرد. هر کسی که در این بار تخطی کرد، هم از دکاندارا و یا هم از مسئولین امنیتی، ما به پنجه قانون می‌سپاریم و در این بار برای هیچ کس رحم صورت نمی‌گیره. ناگزیر شدیم که در روز دیگه قرنطینه را آغاز کردیم و سر از امروز شما دیدین که انشالله آغاز میشه و برای 10 روز ادامه پیدا میکنه تا که ما صحت هموطنای ما را و حیاتشان را برش خدای نخواسته ضرر واقع نشه. و امروز میفهمین که اگر وضعیت اقتصادی برهم میخوره، طبیعی که یک سال دو سال ما با مشکل مواجه هستیم، ولی خدای نخواسته وقتی که انسان از بین میره او دوباره باز جور نمیشه و ترمیم نمیشه. اما دیده میشود که در بخش های از شهر مزار شریف آغاز قرنطینه هیچ تغییری وارد نکرده است. در اطراف آرامگاه منصوب به حضرت علی ظاهرا خبری از قرنطینه نیست و مردم توجهی به ویروس کرونا هم ندارند. بیشتر از این شهروندان که کارگران هستند میگویند فقر و ناداری پایانان را به بیرون از خانه کشانده است. غریب بیچاره ای که در این شهر میبره به خاطر یک غریبی که صبح یک بیگاه یک لقمنان به خانه خود به حال اولاد خود ببره، این قرنطینه میکنه. آیا دولت دیره داره بودی زیره که بگیره غریب بیچاره را دستش بگیره از این فقیری از این بیچارگی بکشه؟ یا میگیرن در وادای دکان ها را مردم ها را میگیره قرنطینه میکنه؟ آیا یک وقت نان زیاد داده میتونه دولت؟ او طفل معصومی که واسه که درس بخونه، تعلیم بخونه، حفظ قرآن بکنه، او در روزگار است. دویر یک روزگار است و دیگه که اینجا قرنطینه است نمیماند. عسکر میزنه چه ملتش میکنه، بیزتش میکنه، مالش به شرکت میبره، بندیش میکنه. قرنطین خود غریبان ده پاره یو غط مشکلات ده. گوار از اخپلا پا ده میدان کار کم، لیلان پروشی کم، دست پروشی کم، تیکی خرچوم. نن ارگانون چلور پینزه ارگان را چه دکان نه بند کرد، مجموع مالون نه طول کرد وی قرنطین ده. قرنطین کم ده، چنگ قرنطین ده. قرنطین پا غصورت کیری چیزا پا کور که بندی سمز ما سر بایچ کومه کوسی. مازدگار، ماشام، دولت، ماستا ما تراسی، ما تا دوڑی روی، ما تا وڑ روی، ما تا خرط رکی. محدودیت برگشت و گذار شهروندان در حال از سوی مقام‌های محلی بلخ وضع شده است که همواره مسئولان صحی در بلخ از بی‌توجهی شهروندان به هشدارهای صحی انتقاد کرده، دلیل بیشتر شدن افراد آلوده به ویروس کرونا را بی‌پروایی شهروندان بیان کردند. بر اساس تازه‌ترین آمارهای نشر شده از سوی سطح عامه بلخ، تا اکنون تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در این ولایت از مرز 1000 تن گذشته است. خبرنگاران و فعالان مدنی بلخ
حمله انفجاری به کارمندان تلویزیون خورشید در شهر کابل را نکوهش کردند. خبرنگاران بلخ ضمن غمشریکی با خانواده های دو تن از کارمندان تلویزیون خورشید که در حمله انفجاری شهید شدند، بر مجروحین این رویداد آرزوی سلامتی کردند. این خبرنگاران بر شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد تاکید می کنند. در حمله انفجاری روز گذشته دو کارمند تلویزیون خصوصی خورشید شهید و 8 تن دیگر آنان زخمی شدند که وضعیت صحی دو تن آنان وخیم گزارش شده است. حمله انفجاری بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید در چهارراه ترافیک شهر کابل دو شهید و 8 زخمی بر جا گذاشت. اینجا در صحن شبکه تلویزیون پیکان خبرنگاران و فعالین مدنی بلخ گرده هم آمده ضمن اظهار غمشریکی با خانواده های قربانیان این حادثه بر مجروحین سلامتی آرزو کرده و این عمل را نکوهش می کنند. دو تن از همکارای ما میروایچا خبرنگار بخش اقتصادی را از دست دادیم و شفیق جان از بخش فنی و 8 نفر از کارمندای دیگه ما زخمی هستند. وضعیت دو تن از همکارای ما وخیم است. برای زخمی ها شفای عاجل می خواهیم. باید دهشت افغانان بدانند این بار نخست نیست که چنین جنایت شکل می گیرد، اما در گذشته نیست بیش از 110 تن از عزیزای ما به درجه رفع شهادت نائل شدند. اما اراده آهنین و عزم متین دستن در کاران رسانه ها در راستای اطلاع رسانی، در راستای مبارزه با نابرابری اجتماعی و بیان حقایق از میان نرفته است. از سوی هم مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال این عمل را کار دشمنان آزادی بیان کرده، از حکومت می خواهد تا برشناسایی و بازداشت عاملان این رویداد عمل جدی صورت گیرد. خواست ما از حکومت افغانستانی است که در کار حفاظت از خبرنگارا و مسئولیتشان با جدیت کامل اقدام بکنند. دیگه شعار دادن ها بس است. ما شعار دادن ها خسته شدیم و از دولت می خواهیم که به طور جدی در حفاظت مسئولیت خبرنگارا گام برداره. ما ضمن که تسلیت میگیم واقعا یه حادثه المناک، حادثه که آدم نمیتونه با زبان، با کلمات، با الفاظ ای را ادا بکنه و عمق فاجعه را بیای بیان بکنه و دل خدا و قلب خدا تسلی بده. از برای خدا کشتن یک انسان، گرفتن جان یک آدم، اشرف مخلوقات، او انسانی که زمین و زمان به موجودیتش افتخار میکنه اگه مقام خدا حفظ بکنه، این چطور میشه که یک انسان دیگه به نام انسان، او که انسان نیست، او که آدم نیست. در همین حال رئیس شورای ولایتی بلخ و شماری از فعالین مدنی بلخ این عمل را غیر اسلامی و انسانی خوانده، هدف قرار دادن کارمندان رسانه ها را جنایت نابخشیدنی عنوان می کنند. اگر ما امروز نشستیم که خورشید را زد، فردا بشینیم که طلوع را زد، آریانا را زد، پیکان را زد، خدا نخواسته، همه شما در معرض خطر هستین. شما باید با هم باشین، در کنار هم باشین و هیچ وقت این امروزی که امروز صدای بلخیا به خاطر دوستایی که در کابل شهید میشن صدایش میبره، این نمایندگی از درک شما را و فهم شما را و بیداری جامعه را برای ما پیام میده. آزادی بیان با خون پاکترین، بیگناهترین و انسانی ترین خونها آبیاری شده درختش، ای یقینا ثمر خواهد داد و کسایی که در فکر هستند که با قتل خبرنگار آزادی بیان و جامعه چند صدایی را تبدیل به جامعه تک صدایی میکنه، اونا ای آرزو را به گور برن. مسئولان در کمیته مسئولیت خبرنگاران تاکید میکنند در صورتی که حکومت بر حفظ جان خبرنگاران اقدام نکرده و عاملان چنین رویدادها را شناسایی و بازداشت نکنند، سال جاری برای خبرنگاران کشور سال خونین خواهد بود. ادامه خبرها را پس از یک وقفه کوتاه دنبال کنید. با ادامه خبرها خوش آمدید. حالا هم نگاه زودگذر داریم به چند رویداد مهم دیگر. مقام ها در وزارت صحت عامه کشور می گویند
ارقام اخیر نشان می‌دهد که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با یک ماه گذشته چندین برابر افزایش یافته است. وحید مجرو معین وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید اگر قرنطینه مراعات نشود همگیری ویروس کرونا فاجعه آمیز خواهد بود. به گفته آقای مجروح تعداد مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا تا دیروز در افغانستان به 14525 تن رسیده، بیش از 1300 بیمار کووید 19 بهبود یافته اند و تلفات ناشی از آن 249 تن بوده است. این در حال است که با وجود هشدارهای مکرر مقامهای حکومت و وزارت صحت عامه هنوز هم مردم قرنطین و توسعه های صحی را به طور لازم مراعات نمی کنند. انفجار ماین در بدخشان جان دو چوپان را گرفت. ثناءالله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان می گوید این رویداد حوالی ساعت 2:30 دقیقه پس از چاشت دیروز در روستای بزکش ولسوالی کوهستان رخ داده است. او گفت که هر دو قربانی این رویداد افراد جوان بوده اند. آقای روحانی این رویداد را به گروه طالبان نسبت داده گفت که جنگجویان طالبان این ماین را به خاطر هدف قرار دادن نیروهای امنیتی جاسازی کردند. این گروه اما تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده است. نقیب الله فایق والی فاریاب و اعضای خانواده‌اش به ویروس کرونا مبتلا شده است. نقیب الله فایق والی فاریاب میگوید چهارشنبه هفته گذشته در شفاخانه تشخیص کرونا در شهر مزار شریف آزمایش داده بود که مثبت اعلام شد. آقای فایق گفت که از وضع صحی مناسب برخوردار است و در حال حاضر در دفتر کارش در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در قرنطینه به سر میبرد. والی فاریاب همچنان گفت سرایت کرونا ویروس برای من به خاطر تماس بیشتر با مریضان مصاب به کرونا و دیدن از آنها بوده است. وی همچنان تایید میکند که برخی از کارمندان و اعضای خانواده اش نیز به کرونا ویروس مبتلا شدند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه تا کنون 114 مورد مبتلا به کرونا در ولایت فاریاب شناسایی شده که در این میان 5 تن بهبود یافته و 8 تن دیگر جان دادند. حالا هم توجه نمایید به یک رویداد خارجی. دو فضانورد با اسپیس اکس از خاک آمریکا راهی مدار شدند. برای نخستین بار پس از 9 سال فضانوردان آمریکایی با یک فضاپیما از خاک آمریکا به فضا رفتند. فضاپیمای حامل دو فضانورد آمریکایی سرانجام روز گذشته از ایالت فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد و پس از طی کردن مراحل اولیه بدون مشکل در حال رفتن به ایستگاه فضای بین المللی است. مدیر هوانوردی و فضای ناسا با بازنشر ویدیوی لحظه پرتاب در تویترش نوشته است. برای اولین بار پس از 9 سال فضانوردان آمریکایی را با موشک آمریکایی از خاک آمریکا به فضا اعزام کردیم. دقایق پس از پرتاب موشک بخش‌هایی از آن در دو مرحله جدا شد و بدون مشکل و طبق برنامه در سواحل اقیانوس اطلس فرود آمد. کپسول دراگون کرو که حامل دو فضانورد کهنه‌کار به نام‌های داگلاس و رابرت هست قرار است پس از سفر 19 ساعته به ایستگاه فضای بین‌المللی ملحق شود. شرکت اسپیس اکس مطلق به ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی در قرارداد 6.2 میلیارد دلاری به ناسا متحد شده است. 6 فضاپیما به سوی ایستگاه فضای بین‌المللی بفرستد. استفاده از فضاپیماهای ناسا موسوم به شاتل فضایی در سال 2011 متوقف شد. و اکنون پس از 9 سال بار دیگر پرتاب فضاپیما از خاک آمریکا صورت گرفته است. توجه نمایید به نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، یک یورو واحدی پول اروپا 63 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، ۱۰۰۰ روپی هندی 950 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 472 افغانی. پیش بینی وضعیت آب و هوای بلخ و چند ولایت دیگر تقدیمتان می شود.
مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 38 پایین تر نان 26 کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 29 پایین تر نان 13 سریپول آفتابی بلندترین درجه حرارت 23 پایین تر نان 10 میمنه آفتابی بلندترین درجه حرارت 39 پایین تر نان 20 فیض آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 28 پایین تر نان 16 طالقان آفتابی بلندترین درجه حرارت 35 پایین تر نان 19 کندوز آفتابی بلندترین درجه حرارت 39 پایین تر نان 22 پلخمری آفتابی بلندترین درجه حرارت 34 پایین تر نان 21 شبرغان آفتابی بلندترین درجه حرارت 39 پایین تر نان 23 و سرانجام ایبک آفتابی بلندترین درجه حرارت 39 پایین تر نان 19 این بود تازه ترین رویدادهای خبری که تقدیمتان شد. از همراهیتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.